سلام به همه شما دوستان عزیز، ابوذر اسداللهی هستم در خدمت شما با یه ویدیو دیگه. چند روز پیش من آهنگ آقای فرهاد که توسط مهراد هیدن بازخوانی شده بود رو روی کانال قرار دادم. ترانه سرای این آهنگ آقای قنبری هستش. در ادامه میخوایم نقدی به این اجرا داشته باشیم، نظرات آقای قنبری که روی پیج اینستاگرامی آقای مهراد هیدن قرار داده شد و ایشون اومدن پاکش کردن، یه سری نخاله هم این وسط اومدن یه سری صحبت ها داشتن. بریم همه اینا رو با همدیگه ببینیم و آخرش با همدیگه یه جمع‌بندی داشته باشیم. با صدای بی صدا مثل یه کو بلند مثل یه کو بلند مثل یه خواب کوتاه. خب بچه ها، اولین نکته که من اینجا باید اضافه کنم این است که آقای مهراد هیدن اصلا یک خواننده در یک سبک و در یه ژانر دیگه است. آقای مهراد هیدن تو زمینه رپ و راک خوانندگی انجام میده. قطعا اگه یه خواننده که پاپ خون هست بیاد موسیقی سنتی اجرا کنه، اون اجرا قوی نمیتونه باشه. آقای مهراد هیدن از لحاظ خوانندگی، ببینید وقتی ما میخوایم یه کاری رو بازخوانی کنیم، از لحاظ موسیقی اول بررسیش کنیم. زمانی که ما میخوایم یه کار رو بازخوانی کنیم، باید این نکته تو ذهنمون باشه، یا حداقل باید در لول اون خواننده اجرا کنیم، یا بهتر که آقای مهراد هیدن اجرای ضعیف‌تری دارن نسبت به آقای فرهاد عزیز. ایشون کار رو کاملا با یک حس متفاوت داره اجرا میکنه و آقای مهراد هیدن میره به سمت همون اجرای راکی که خودش داره. چون ما این کار از قبل شنیدیم، بارها و بارها گوش دادیم، ازش خاطره داریم، قطعا از این اجرا نمیتونه خوشمون بیاد. مثل یه خواب کوتاه یه مرحوم یه مرحوم. این آهنگ لطافت خاصی داره. من بچه ها تو ویدیو قبلی آهنگ رو به صورت کامل قرار دادم، بدونید که بخوام وسطش صحبت کنم. اگه دوست داشتید برید اول اونو ببینید، بعد بیایید نقد و بررسیش رو ببینید. احساسی که در اجرای این ترانه هست، واقعا زمانی که آقای فرهاد این رو اجرا میکنه بی‌نظیر هست و این زمانی که میاد در قالب راک اون حس و حال خودش رو از دست میده. دلیل اکثر نقد هایی که نسبت به این اجرا بود به نظرم همین موضوع است که اون لطافتی که داخل کار قرار داره با تغییر ژانری که آقای مهراد هیدن بهش داده به دل ما نمیشینه، به دل مخاطب نمیشینه. کلن موسیقی راک خیلی آنچنان طرفداری هم نداره داخل ایران، با توجه به این یه موسیقیه که قدمتش هم طولانیه، یعنی خیلی وقت ما موسیقی راک رو داریم. یه زن بود یه زن با دستان. خب باز اومده دست برده تو ترانه. قطعا وقتی ما میخواییم یک ترانه رو اجرا کنیم، اگر قرار هست تغییر بهش بدیم، این تغییر باید با اجازه ترانه سرا باشه، حداقل باید با اجازه صاحب اثر باشه. حالا نمیدونم صاحب اثر این کار دقیقا چه کسی هست، ولی درسته که حتی شما زمانی که یک ترانه رو خریداری میکنی، یعنی حقش رو میخرید، اگه بخواید تغییری بدید به کار، باید حتما از ترانه سرا اجازه بگیرید. حالا چه برسه به اینکه شما همین شکلی خودت بیای تغییر بدی. اگه من اینو بخونم شاید آقای شهریار قنبری اصلا نبینه و نشنوه و یه زن بود یه زنم تغییرش بدم خیلی مهم نباشه، ولی یه کسی که در لول و سطح آقای مهراد هیدن هست باید اجازه بگیره. شاید دوست نداشته باشی اصلا شما اینجوری اجراش کنی. با دستای خالی با چشمای خسته با پاهای
پاهای بی جون. یه مرد بود یه مرد، یه مرد بود یه مرد. بعد این لهجه بریتیش هم که نمیدونم کجایی میشه، آقای مهراد هیدن کلن داخل کاراش داره، این نظر شخصی من است، من کلن حال نمی کنم، یعنی دوست دارم فارسی با اکسنت فارسی اجرا بشه، نه اینکه شما فارسی رو به یه جور دیگه اجراش کنی. این نقدها به این اجرا وارد است. شب با تابوت شب با تابوت سیاه نشست توی چشماش، نشست توی چشماش، خاموش شد ستاره، خاموش شد ستاره. بعد یه سری هم اومدن گفتن که این اجرا افتضاح و فلان. خدایی کار افتضاح یه چیزه، این اجرایی نیست که ما بگیم یه اجرا افتضاحه. شاید برای اولین بار اگه ما این ترک رو به این صورت میشنیدیم، اولین بار آقای مهراد هیدن میخواست این کار رو اجرا کنه و ما اولین بار از فرهاد نمیشنیدیم، شاید هم لذت هم میبردیم. ولی زمانی که فرهاد این رو اجرا کرده، یه خورده لذت بردن از اجرای آقای هیدن سخت هست. ولی اینکه کلن بگی اجرا افتضاح به درد نمیخوره و این داستانا، یه خورده دور از انصافه. افتاد روی خاک سایشم نمیمون. بعد یه بحثی من رفتم کامنت ها رو خوندم، اصلا یه داستانایی، این دوستان بالاخره هر کسی نظر شخصی خودش رو داره، آقا این همه فشار به یه نفر نیارید که کاری رو انجام بده که شاید دوست نداشته باشه. مگه بحث آزادی نیست؟ مگه این انقلاب رو نمیخوایم انجام بدیم که آزاد باشیم؟ یه سری از دوستان اصلا اجازه نمیدن آقا من اینجوریم، من طرز فکرم اینجوریه، الان میخوام سکوت کنم، الان میخوام اعتراض کنم. اگه مهراد هیدن رو دوست ندارید برید آنفالوش کنید، نه این برین انقدر فشار به یه نفر بیارید که کاریو که دوست نداره و به زور انجام بده. ما یه دوست طنز پردازی داشتیم به نام آقای زرینجویی، خداوند رحمتش کنه، این پسر رو انقدر بهش فشار آوردن، بعد رفت آقا گفت آقا ما دادگاه بودیم تا الان، به ما از ما تعهد گرفتن، انقدر پیجا استوریش کردن، فحاشی کردم بهش که اصلا دق کردیم بنده خدا. حالا نمیدونم، گفته شده که خودکشی کرده. چرا اینقدر میتونی شما بیرحم باشین؟ نمیدونم واقعا، اگه آزادیه خود یه نفر اگه بخواد خودش بیان میکنه، چرا میرید بهش فشار میارید؟ اصلا آدم چوسیه، خب شما چرا میری بهش فشار میاری؟ یارو چوسه، بذار همون تو فاز چوس بودن خودش بمونه. اگر حمایت کرد حمایت نکرد، شما اگه دوستش نداشتید برید آنفالوش کنید، نه اینکه انقدر به یه نفر فشار بیاری کاریو که دوست نداره انجام میده. ما نمیدونیم تو زندگی چه کسی چه اتفاقی افتاده، ما نمیدونیم شرایط زندگی چیه، ما اصلا از هیچی اطلاع نداریم، بعد میایم فشار میاریم. یک شخصی مثل حسین زرینجویی، میتونید اسمش هم سرچ کنید، یه پسر جوان انقدر بهش فشار آوردن که رفت خودکشی کرد، حالا همون پیجا اومدن تسلیت میگن عزیزم انقدر به یه نفر فشار نیار که از اون ور پشت بوم بیفته. حالا بریم نظرات آقای قنبری رو راجع به این کار هم ببینیم. انقلاب به همین خاطر است که حقوق دیگران رو رعایت کنیم. یعنی شما آقای هیدن اومدی همین شکلی اینو خوندی، اولین شرط انقلابی بودن رو زیر سوال بردی. اینا ما میخوایم برای رعایت حقوق دیگران انقلاب کنیم، شما اولین حرکت اومدی اینو بردی زیر سوال. یه کامنت دیگه مشتی هم براش گذاشته، چه اجباری دارید به این بدی بخونید؟ گفتم که چون تو اون ژانر رو داره اجرا میکنه، اجرا دلنشین نیست برای کسانی که کار رو گوش دادن. گفته آن هزاران بیگوش بیهوش که برای این صدا و اجرای بد بی اجازه دست میزنن از همه بدترن، تازه این به حکومتی بودنش هم افتخار میکرده است. چرا شعر رو دستکاری کرد؟ گفتم آقای شهریار قنبری حق داره بیاد بگه، تمام این داستان ها حق آقای شهریار قنبری هست،
دوست نداشته که شعرش تغییر پیدا کنه، صدای خواننده رو دوست نداشته. ولی دو نفر هستم من میخواستم، یکی کپی پیست اورجینال هست. خب اینا به واسطه یه سری کارها که انجام دادن معروف شدن، بعد اینا میان راجع به هنرمندها اظهار نظر میکنن. گفته کامنت های شهریار قنبری رو دیگه نمیبینم، پاکش کردی؟ خالق اثر بهت اعتراض کرده حذفش کردی؟ تو و هنرمندهایی مثل تو از روز اول با سکوتتون به مردم خیانت کردی. عزیزم، حیوان، به یه نفر نباید اینقدر فشار بیاری. اگه کسی بخواد این کار رو انجام میده، تو اصلا تو سگ کی باشی که بخوای بری این صحبت ها رو بگی؟ تو یه پیجی، ببین کل هویتت همین پیج کپی پیسته، اگه این بپره دیگه هیچی نیستی، هیچ هنری نداری. بعد تو میای مثلا به این هنرمند توهین میکنی، این یک. دوم این که برای این دلقک به آقا به تو چه ربطی داره؟ انقدر بهش فشار میاری که الان اومده این دلقک بازی انجام داده. آقا فشار نیارین به کسی، کسی که شاید در توانش نباشه، شاید مشکل خانوادگی داشته باشه، شاید رفته باشه تعهد داده باشه. ما که از زندگی کسی خبر نداریم، انقدر به یه هنرمند فشار نیارید که بره خودکشی کنه. آقای هومن تکاو اونجا که به نفعش بود، خایه های آقای ابی رو تا حلق خورد به خاطر اینکه مثلا نظر ابی بهش مثبت باشه. اجراش هم یه اجرای مثلا الکیه، به درد نخور، یه صدای کاملا معمولی. حالا اومده یه معروفیتی به هم زده با نقد خواننده، یعنی بازم داری از اینا آویزون میشی میری بالا. تو مثلا رفتی مثلا خایمالی ابی رو میکردی، الان اومدی واسه من یه هنرمندی مثل مهراد هیدن رو میبری زیر سوال. چی بگم که باعث همه این ماجراها زیر سر این رژیم بود که همه چی رو وارونه کرد و جای هنرمند و غیر هنرمند عوض شد. انصافا این جمله درسته، ولی نسبت به خود عوضی. تو مثلا اگه ابی مثلا راد مینداخت که تا آخر عمرت میخواست خایمالی ابی رو انجام بدی، میخواست خایه های ابی رو بخوری، جای هنرمند و غیر هنرمند عوض شده، اما درستش میکنیم. حالا یه جمعی هم بسته مثلا خالی از لطف نباشه. آخه تو کی باشی؟ تو سگ کی باشی که بخوای به یه هنرمند توهین کنی؟ تو تا کجای قضیه رو مثلا میتونستی پیش بری؟ بعد آقای مهراد هیدن رو مگه رژیم جمهوری اسلامی آورده؟ آقای مهراد هیدن اصلا تو سبکی کار کرده، اصلا رپ ممنوعه. مهراد هیدن رو مگه رژیم آورده؟ اینا خودشون تلاش کردن، زحمت کشیدن، به اینجا رسیدن. ولی تو چی؟ تو فقط از خایه هنرمندا میری بالا، میای با توهین کردن به اونا مثلا میخوای به جایی برسی. ولی مخلصم دوستان، در کل آقا آزادی اگه هست به کسی فشار نیارین. اگه کسی دوست داشت استوری میذاره، اگه کسی دوست داشت فراخوان میده، بذارید یک نفر با آزادی این کارو انجام بده. اگه این شکلیه، شما هر کسی که ذهنش مثل شما نیست میخواید برید بکشیدش، خب چه فرقی دارید با جمهوری اسلامی؟ کسی که ذهنش مخالف شماست، فکرش مخالف شماست، آقا با من مخالفی؟ نهایتا با هم صحبت میکنیم. اگه نیست آقا ولش کنید، بذار بره، فالوش نکنید، نرید فشار بیارید به یه نفر. خیلی مخلصم، تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.